ببینید، سعی کردید مراقب همسرم باشید، میدونم، ولی خواهشن دیگه این کارو باهاش نکنید. میخوام حتی بدون اجازه من بهش دارو هم ندید. من به خاطر اطمینانم به آقای ممدو اومدم. اگه بدون اطلاع و اجازه من کاری میخواید انجام بدین، من بیمارمو ببرم. باورم نمیشه، توپراکو بستن؟ بله، زده به سرشون، به خودش آسیب میزنه. بسرم، برای چی حسابتو خرد میکنی؟ الان که دیگه مشکلی وجود نداره، یه مقدار آروم باش. چطور آروم باشه نجیب خان؟ چطوره که ببریش سوئیس؟ شاید اونجا زودتر حالش بهتر شه. نه، لزومی به این کار نیست. توپراک هم اینجا درمون میشه، من و بچه هم کنارشیم. فقط یه پیشنهاد بود. توفراک خیلی زود از اینجا مرخص میشه، اینو میدونم. البته پسرم، ایشالله. شما معطل نشین، بابارم زینه پایین منتظرن. برید امارت. باشه پسرم، شب بخیر. شب بخیر. شب بخیر. میدونم فکر میکنی باورت نمیکنم، واسه همین از دستم عصبانی میشی، اما یه کاش میدونستی من از اعتماد و باور به تو دست بر نداشتم. توپراک، سعی کن درکم کنی. به خاطر بچه ها، به خاطر خودت مجبورم این کارو بکنم. عزیزترینم، خواهش میکنم منو ببخش. عزیزای دلم، قربونتون برم. زمرد خانم، حالتون خوبه؟ خوبم نجیب خانم. دخترامو تو خواب دیدم، خیلی خوشحال بودن. خوشحالم خانم، خداوند هر دوشون رو رحمت کنه. برای شرایط افسردگیش تصمیمی دارید یا نه؟ باید بیشتر روش کار کنیم. دکتر ممدو، یه پرونده از وزارت بهداشت برای بیماران شیزوفرنی اومد. یه نگاهی بهش بندازید. یه دقیقه بهم فرصت بده. آیتین، امروز صبح توپراک ایلگاز ویزیت شده؟ الان چک میکنم دکتر. خوبه، برمیگردم.
ببخشید آقای دکتر، توپرک کجاست؟ ما جایی نبردیمش، ممکنه دستشویی باشه. توپرک اونجایی؟ خدای من، فرار کرده. هدایت، بیمار فرار کرده، به نگهبانی خبر بده. سلام، ببخشین، من یه تاکسی میخواستم. بفرمایید. فقط من یکم عجله دارم. خب مشکلی نیست، بفرمایید، سوار شین تاکسی اونجاست، بفرمایید. توجه، به تمام ایستگاه‌های تاکسی، توپرک گاز از بیمارستان فرار کرده. اون یه پادری بلند تنشه و موهای طلایی داره. قدش بلند و موهاشم طلایی بود. آره، بهشون گفتم سوار ماشین بشین تا من بعد گردم، ولی اومدم دیدم نیستن، رفته بوده. در اصلی خروجی کجاست؟ توپرک داداش، دیروز نتونستم بهتون بگم ولی به حسابداری سر زدم. مثل این که بدهیش پرداخت شده. شما خبر دارین از کجا؟ اقبال خانوم، یه فداکاری بزرگ کردن، برای کمک کردن به ما امارت رو در رهن بانک گذاشتن. با اون مبلغم بدهی پرداخت شده. زن داداش، واقعا نمیدونم چی بگم، دستتون درد نکنه. صبح بخیر. صبحتون بخیر زمرد خانم. اقبال خانم، نخواسته شنیدم ریحان چی گفت. چه رفتار شایسته ای انجام دادین؟ خانواده من برام از همه چی مهمترن خانم. وقتی خانواده نباشه خونه چه معنی میده؟ برای آرامش هممون هر کاری که لازم باشه باید انجام بشه. منم خواستم سهمی داشته باشم. درست میگید. کجا بریم خانم؟ برید به مجتمع ابر سفید لطفا. چیکار کنم؟ توپرک کجا غیبت زد؟ بگین آقای دکتر. آقا چنار، همه جا رو دنبال همسرتون داریم میگردیم، هر کاری از دست اون بر بیاد انجام میدیم. بی خود بیمارستان رو نگردید. توپرک سوار یه تاکسی شد و رفت. منم دنبالشم. واقعا؟ خب پس بذارید همین الان به پلیس خبر بدم. لازم باشه خودم این کارو میکنم، شما کاری نکنید. فقط اگه کسی از خانوادمون زنگ زد بگید با من رفت قدم بزنه. باشه، هر طور راحتید. بفرمایید. سلام آرجان، حالتون چطوره خانم؟ خوبم، خیلی ممنون. میخوام یه ماموریت مهم بهت بدم، با دقت به حرفام گوش میدی؟ کمیسیونت هم محفوظه. عزیزم اینم بخور. ماما، من به پسته آلرژی دارم. پس الان برات نون و زیتون درست میکنم، دوست داری؟ اونم دوست ندارم، دندونامو اذیت میکنه. ولی عاشق کره عسلم، از اون بهم میدی؟ آره عزیزم، چرا که نه؟ اینطوری آروم آروم با اخلاق هم آشنا میشی، مگه نه؟
بله ارجان، درست شنیدی. باید پیشنهاد خرید عمارت ایلگاز رو بدی. چرا؟ میشه، من میخرمش. بله، تو میری میگی یکی رو پیدا کردم که عمارت رو دو برابر قیمت میخره و رهن بانک رو هم پرداخت میکنه، ولی ابدا اسم منو نمیاری. اصل برای خانواده یه سورپرایز دارم. آقا ممدوف، دخترم کجاست؟ توی اتاقش نبود؟ توپراک خانوم با همسرشون رفتن قدم بزنن. اما همین دیشب بسته بودینش به تخت، امروز فرستادینش قدم بزنه. ماما من میتونم برم بالا بازی کنم؟ آره عزیزم، ولی بعدش آماده شو که بریم بیرون. باشه باشه. بیا بغلم ببینم. آزرا، تو قضیه زکریا رو به چنار نگفتی نه؟ چرا دیشب همه چی رو براش تعریف نکردی؟ بله بله مامان جان، نگران نباشیم، ما اومدیم یکم قدم بزنیم. توپرا کمالش خوبه. آه خب، خدا را شکر پسرم. پس ما همینجا منتظر میمونیم تا برگردیم. باشه. پسرم که اومد نتونستم برم پیش چنا. جان یکمی بیقرار بود، سالها بود که ندیده بودمش، نتونستم برم تو پرای. بهت میگم منو بردن تیمارستان، متوجه آزرا؟ حرفامو باور نمی کنن. تنها راهش اینه که همین الان به چنار زنگ بزنم. اگه الان بهش زنگ بزنی دیگه باور میکنه که عقلتو از دست دادی، نباید این کارو بکنی. اگه الان زنگ نزنم این فکر رو میکنه، نمیتونی بفهمی؟ برای همین فرار کردم. تنها کسی که میتونه کمک کنه تویی. تو پراک اینطوری به هیچ جا نمیرسیم. ببین عزیزم، قبل از اینکه بفهمم فرار کردی برگرد، منم برم جانو بذارم جایی و بیام، همه چیو به چنار میگیم. باشه؟ نمیشه، کار از کار گذشته، راه دیگه ای نیست. میگم چنار بیاد اینجا تا همه چیزو براش تعریف کنیم، تو هم به هم کمک میکنی. همین. آزرا؟ چنار، منم توپراک. من پیش آزرا. میشه همین الان بیای اینجا لطفا؟ توپراک تو دیوونه شدی؟ واسه چی از بیمارستان فرار کردی؟ اونجا چیکار میکنی؟ چنار تو بیا اینجا، همه چیزو برات تعریف میکنم. باشه میام، لاقل بگو حالت خوبه یا نه. خوبم، نگران نباش، زود بیا منتظرتی. اومدم. عالیه توران خان، من خودم هم داشتم میرفتم. خیلی ازتون سپاسگزارم. تشکر لازم نیست، بدترین شب زندگیم بود. آه انقدر ناراحت نباشید لطفا. باور کنید نجیب خانم بشنوه که من سهام شرکت رو خریدم، خیلی خوشحال میشه، مطمئنم. خدا نگهدار. تو اینجا چی کار میکنی شرمین؟ گوش وایستاده بودی؟ زود برو بیرون. زمرد خانم، در این جایی میری؟ بله نجیب خان، میرم بیرون، یکم کار دارم. یه اتفاق مهمی افتاده، از آژانس املاک تماس گرفتم. ظاهرا برای امارات مشتری پیدا شده که پیشنهادشم خیلی وسوسه کننده است. میخواییم اماراتو بفروشی. آه جدی میگی؟ خواستم نظر شما رو بدونم زمرد خانم.
نجیب خان میدونید که امارت متعلق به اقبال خانومه. الان هرچی بگم سوء تفاهم پیش میاد. یه قرار خیلی مهمم دارم. بعدن تصمیمتون رو به هم بگید. برای خانم عقب شماست. میبینم اتون. زمرد ما رو گمراه کرده بود. چون چنار از اولش هم میگفت سهام و توران میخواد بخره. توپراک دیدی که زمرد خانم همش با زکریا حرف میزد، پاکتم بهش داد. دیدم، ولی میبینی که هر دومونم گول زده. حالا بذار چنار بیاد، اون وقت همه بازی های زمرد رو میشه. من برم یه سر به جام بزنم. پسرم، تازه به مرحله 6 رسیدم. آفرین پسر قشنگم. جان من میخوام تو سالن با یکی راجب کار صحبت کنم. تو همینجا به بازی ادامه بده. مامان خیلی دوستت داره. چش. بعد میام با هم بریم بیرون، کلی خوش بگذرونیم، باشه؟ وقتی املاکیه گفت امارت دو برابر قیمتش مشتری داره، به نظرم خیلی جالب اومد. آره، به نظر که خیلی پیشنهاد خوبی بوده. بفرمایین داخل، اینجا هستن. آه، خوش اومدین. سلام عرض میکنم. مروه جان، بفرمایین، خواهش میکنم. زود قهوه درست کن دخترم. قهوهتون چطور باشه؟ اگه براتون زحمت نیست، قهوه ای ترکی بشکر. بالاخره اومدش. توپراک عزیزم، واسه چی فرار کردی؟ چرا اومدی اینجا؟ به خدا خیلی ترسیدم. چنار الان آزرا برات تعریف میکنه. به خدا من دیوونه نشدم، حالا میبینی. آزرا بیا تعریف کن چطوری زکریا رو دیدی، تعریف کن براش. شاید زمرد سر اونم کلاه گذاشته. توپراک جان، من و آزرا دیشب با هم صحبت کردیم. بله، یه خانمی هستن که علاقه به عمارت‌های قدیمی دارن. ولی آخه این چه جور علاقه‌ایه که هم عمارت رو از رهن بانک در بیاره و هم دو برابر قیمتش پیشنهاد بده؟ من سالها پیش با ایشون کار کردم. اسمشون زرینه. وقتی از ملک خوششون بیاد هیچی براشون مهم نیست. حتی الان حاضره پول براتون ترانسفر کنه. چه سری؟ میدونم که باورتون نمیشه، اما میتونه برای تخلیه ملک بهتون تا پایان ماه دیگه زمان بده. نظرتون چیه اقبال خانم؟ چنین پیشنهادی به این راحتی ها به دست نمیاد. من که میگم از دست ندید، باز هم خودتون میدونید. جالبه که دو ماه هم زمان میده. به نظر من که پیشنهاد خوبیه، اینطور نیست؟ به نظر منم مناسبه، ولی تصمیم با شماست خانم. باشه آقا ایرجان، با خانم زرین صحبت کنید. فقط اگه باهاشون آشنا میشدیم هم خیلی خوب میشد. ایشون شما رو از طریق رسانه ها میشناسن. اگه مایلید میتونید امشب از نزدیک با ایشون آشنا بشید. این خیلی خوبه. مطمئن باشید که معامله پرمنفعتی انجام دادید. بفرمایید، بعدن میبینیم اتون. خیلی ممنون. بیا عزیز دلم، بهت میگم ولم کن چنار. میگم بازو ما رو دست بدی که کردن اینا همش نقش است. چرا متوجه نیستی؟ تو چه جور آدمی هستی آزرا؟ و
برای اینکه بچه خودتو نجات بدی میخوای بچه های منو بیمادر کنی؟ تو اینقدر ظالم بودی آزرا. عزیزم خواهش میکنم بیا بریم. ببین آزرا بچه ای نداره، پیداست که ذهنت به هم ریخته. چرا داره چنار؟ به خدا بچهش باله هست، میخوای برو با چشمای خودت ببین. باشه عزیزم. چنار میگم یه پسر داره. زمرد خانم بفرمایید. الان 30% از کل سهام شرکت ایلگاز به نام شما شد. خیلی ممنونم توران خان، به خاطر کمکی که بهم کردین بهتون مدیونم. خب دیگه با اجازتون من برم. حتما سلام گرم منو به خانم برسونید. آزرا چی شده؟ زمرد خانم باورتون نمیشه چی شده. توپراک اومد اینجا، گویا از بیمارستان فرار کرده. بعدش هم چنار اومد. داری جدی میگی؟ خب توپراک چی میخواد؟ که همه چیزو به چنار بگم. خب چی شد؟ چی گفتی؟ من هیچی نگفتم. توپراک خیلی عصبانی بود، بعدش هم با چنار رفت و دیگه نمیدونم بهش چی گفته باشه. اصلا نگران نباش آزرا، دیگه چیزی نمونده. همین چند دقیقه پیش سهام رو از توران گرفتم، امارت مال من خواهد شد. یه کار کوچولوی دیگه هم مونده، اونم که انجام بدم میشینیم و راحت به خاک نشستن ایلگازو تماشا میکنیم. بذار توپراک هر چقدر میخواد تقلا کنه، دیگه حرفای اون به درد هیچ کسی نمیخوره. باشه، من فقط خواستم در جریان باشین. خیلی ممنون آزرا، میبینمت. خداحافظ. همه یه شب گفت آزرا آزرا، ظاهرن تو خوابم همش میرم اونجا. داماد میشه برم ببینمش؟ پزشک زنا پیششه، بذارید اون بیاد بیرون. خدایا به بچهش رحم کن، نکنه طوریش بشه. خیالتون راحت مامان، بچه کاملا خوبه، خود سامی به توپراک میرسه. توپراک خیلی بهش اعتماد داره. توپراک جان میدونم خیلی ناراحتی، ولی به عنوان دکترت اینو نمیگم، به عنوان دوستت میگم. خواهش میکنم انقدر خودتو اذیت نکن. سامی من واقعا هیچیم نیست، حالم خوبه، باور کن. معلومه که نیست، ولی الان به این چیزا فکر نکن. الانم بیا بریم، میخوام با دستگاه سونوگرافی بچه رو ببینم. خیلی خوب. بفرمایید. سلام ریحان، مزاحمت که نشدم عزیزم. اختیار داریم، بفرمایید زمرد خانم. اتفاقا منم هیچ حوصله ندارم، توپراک از بیمارستان فرار کرده. خدا رو شکر که چنار پیداش کرده. آره شنیدم، طفلکی بیچاره. راستش من اومدم درباره یه چیز دیگه باهات صحبت کنم ریحان. در مورد چی؟ چیزایی هست که دوست دارم بهت نشون بدم. این چیه؟ اگه بخوای میتونیم با هم ببینیم، نظرت چیه؟ باشه. ببین قلبش داره میزنه. خدا جان الان صداشو میشنوم. میتونم بیام تو؟ بله بفرمایید. تا
داشتیم صدای قلب کوچولوتون رو گوش میکردیم. در سلامت کامله و وضعیتش کاملا نرماله و هیچ مشکلی هم نیست، یعنی اینکه خیلی خوبه. تو چطوری عزیز دلم؟ چنار میشه لطفاً بری بیرون؟ باشه. میتونم بازم صداشو بشنوم؟ حتماً، چرا که نه؟ نمیتونم باور کنم کی این فیلمو ضبط کرده. یه پسر کم سن و سال. خب آخه چرا؟ چون من خواستم. چی؟ بله درست شنیدی ریحان، من خواستم که ضبط بشه. چرا؟ چون تنها راه خرید سهام شرکت برای تو فقط همین راه بود. خرید سهام شرکت؟ آره، مطمئن بودم که راضی کردن تو کار خیلی سختیه. به همچین چیزی نیاز داشتم و به دست آوردم. توپراک چطوره چنار جان؟ نمیدونم مامان، هیچی نمیدونم. آقا چنار. سامی، خانومم و بچه چطورن؟ بچه‌تون کاملا خوبه. خوبه. توپراک چی؟ اونم خوب میشه، امیدوارم. بازم میام بهش سر میزنم. با دکتر مشاور توپراک هم در ارتباط خواهم بود. دارن میارنش تو اتاقش. اصلا نگران نباشید. خیلی ازت ممنونم. خواهش میکنم، امیدوارم زودتر خوب بشه. ممنون. معلومه که سهامم رو به شما نمیفروشم. مثل اینکه به سرتون زده خانم. چرا میفروشی ریحان؟ چاره دیگه ای نداری. اگه سهامتو به من نفروشی، میرم پیش برادر عزیزتو، این فیلم رو نشونش میدم و اینطوری خودش پرتت میکنه بیرون از شرکت. اصلا مهم نیست. یادت نره که اون برادر منه، در نهایت منو میبخشه. نه ریحان، نمیبخشتت. اگه یادت باشه بهت گفته بود که با کوچکترین اشتباهت یوسف رو ازت میگیره. محاله برادرم همچین کاری بکنه. آره، بهترین کار اینه که یوسف رو ازت بگیره و نجیب خان بزرگش کنه. در این باره خودم با نجیب خان صحبت میکنم، اون به نظرات من اهمیت میده. اصلا باورم نمیشه. عزیزم فکرتو بکن، من هیچی برای از دست دادن ندارم، ولی تو هم خانوادتو، هم کارتو، هم پسرتو از دست خواهی داد. نجیب خانم یه قرون پول بهت نمیده. تو خیلی بی‌شخصیت و پستی. برای همین به من نزدیک شده بودی ها؟ آفرین دختر خوب. خوب میخوای با سهام من چی کار کنی؟ تو که بهش احتیاجی نداری، تو همسر برادر منی. میخوام بیشتر از این توی شرکت صاحب قدرت بشم، اشکالی داره؟ فقط من وقت ندارم، زود باش تصمیمتو بگیر، سهامت یا پسرت. البته که جوابت کاملا روشنه، بهتره برم و با نجیب خان صحبت کنم. صبر کن. سهاممو بهت میفروشم. ولی بدون برات خیلی گرون تموم میشه. اگه فکر میکنی گرون تموم میشه اصلا مهم نیست عزیزم. خودتو ناراحت نکن. میدونی ریحان، خیلی خوشم میاد که اینطوری باهات به توافق رسیدم.
اوسا، باید اینا رو تا ساعت 9 شب تموم کنیم. آره مدد، ولی بهتره زودتر آمادهشون کنیم، چون باید تا اون موقع خونکم بشن. ساعت چنده؟ ای بابا دیدی، من مسابقه هم داشتم، سر این سفارش یادم رفت. یکم دیگه آرد بیار برام. جانم احمد. الو سامی، راستش برای اون ماجرا بهت قول داده بودم، ولی سفارش داشتم فراموش کردم. تو رو خدا ببخش، شرمنده شدم، نمیتونم امشب بیام. مهم نیست، منم برنامه‌ام تغییر کرد، منم نمیرسم به مسابقه، اومدم پیش توپراک. آها خب حالش چطوره؟ بچه که خوبه. ببین سامی، توپراک این اواخر اصلا خوب نبود، یعنی اعصابش به هم ریخته بود. حتما خبر داری که بستریش کرده بودن. آره میدونم، منم اومدم بیمارستان که معاینش کنم. یعنی چی؟ آخرین باری که دیدمش داشت مرخص میشد. متاسفانه بستریش کردن، منم خیلی ناراحت شدم. اونطوری نگام نکن دخترم، تو حالت خوبه؟ هیچ نیست. دیگه برام مهم نیست بابا، هر کاری میخوام بکنن، فقط میخوام برم بیرون. خیلی زود حالت خوب میشه دخترم. یکم میخوابم. بریم دیگه رمزی. بلقیس، مزاحمت شدم، ولی راستش خیلی دلواپس توپراکم، بازم بردنش بیمارستان، نتونستم با مادرش تماس بگیرم، مزاحم تو شدم. تو ازش خبری چیزی داری؟ احمد من بلقیس؟ بلقیس چی شد؟ چرا گریه میکنی؟ تو حالت خوبه؟ خوبم، معذرت میخوام، ببخشید، توپراک حالش خوب نیست. تو کجایی؟ حالت چطوره توپراک؟ بهتری نه؟ نه خوب نیستم چنار، بهترم نمیشم. توپراک خواهش میکنم. بازم داری گول حرف بقیه رو میخوری؟ چطور میتونی بچه هامو ازم دور کنی ها؟ متوجه نیستی چقدر دلم براشون تنگ شده؟ عزیزم ببین، چرا خودتو جای من نمیذاری؟ رسمن داری جلوی چشام از دست میری توپراک. توقع داری چی کار کنم؟ قول میدم خیلی زود از اینجا ببرمت بیرون. قول میدم هرگزم نمیذارم اذیت شی. تا وقتی زمر رو توی اون خونه است ما رنگ آسایش رو نمیبینیم چنار، درست مثل زمان یشین. بالاخره یه روز متوجه میشی که تو چه بازی بزرگی بودی، ولی اون موقع دیگه خیلی دیره. خب دیگه بریم. پسرم مطمئنی؟ توپراک احساس تنهایی نکنه؟ نه مطمئنم بابا، اگه چیزی بشه خودشون بهمون خبر میدن. بیایید ما بریم. بریم شریف خانم جون.
نکن پسرم نکن. ببین شرمینه. ببینم دلت براش تنگ شده نه؟ منم دلم براش تنگ شده ولی ازش عصبانیم. واسه همینه که بهش زنگ نمیزنم. ببینم حوصله‌ات سر رفته. آره میخوای بریم؟ بیا با هم بریم مثلا یه چایی بزنیم. آره بریم. الان بهتری؟ نمیدونم احمد، اونقدر از همه چیز خسته شدم که نمیتونم بهت بگم. خب حالا چرا برای توپراک اینقدر ناراحتی؟ مگه اینقدر وضعش بده؟ نه راستشو بخوای اونقدرام حالش بد نیست. خوشحالم که اینو میشنوم، آخه خیلی فکرم پیشش بود. راستشو بخوای نمیدونم چرا اینقدر ناراحتی. یعنی توپراک برام تعریف کرد، سعی کرده بودی میونشو با چنار به هم بزنی. اصلا لازم نیست خجالت بکشی. من تو رو خیلی خوب میشناسم. میدونم تو آدمی نیستی که همینطوری به کسی بدی کنی. این کارا رو به خاطر پسرت کردی. آره مامان، چرا داری گریه میکنی؟ نه عزیزم گریه نمی کنم، فقط یکم احساساتی شدم. تو کی هستی؟ من احمدم، تو هم باید جان باشی درسته؟ بله. خیلی خوشبختم مرد جوان. اوکان کجاست؟ خانم دیروزم بهتون گفتم نمیتونید با آقا اوکان صحبت کنید. چی کار میکنید خانم؟ تا نگهبان صدا نکردم لطفاً بیرون. شنیدید چی گفتم؟ امروز میخوایم راجبه خانم اینجا کاری داشتین؟ ریحان همه چی تقصیر توه. خدا لعنتت کنه اوکان. ریحان خواهش میکنم آروم باش. آروم باشم؟ تو زندگی منو تباه کردی، تو آبروی منو بردی، به جز درد سر و بلا هیچی تو زندگیم نداشتی. به خاطر تو کارمو که سالها براش زحمت کشیده بودم از دست دادم، ولی به زودی ازت طلاق میگیرم تا بری و گورتو از زندگیم گم کنی. مامان میتونم برم بیرون بازی کنم؟ معلومه که میتونی، ولی زیاد دور نرو، مراقب خودتم باش. چشم. کتتم بپوش عزیزم. چه پسر خوشتیپیم هست. خدا رو شکر که پسرت پیش خودته. برات خیلی خوشحالم. آره احمد تو واقعا لطف داری. راستی قضیه ی جانو به کرم گفتی؟ نه هنوز هیچی بهش نگفتم، موندم این موضوع رو چطوری برای کرم توضیح بدم. خب حق داری. خب منم امیدوارم، ولی نگران اینم که یه وقت دلخور نشه. کرمو خیلی دوست داری مگه نه؟ خیلی. جان نیست احمد. خدای من. جان جان
جان. 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 قلبم ریخت پسرم. مگه نگفتم همینجا بازی کن؟ مامان ببین اونجا قورباغه است. راست میگی مامان؟ پس کجاست؟ چی شد؟ کرم اومد. بهش گفته بودم امروز نه، یا حالا چی کار کنم؟ جان بیا بریم با هم بازی کنیم، باشه؟ ها؟ آزرا. سلام عزیزم. ببخشید شما اینجا چی کار دارین؟ ما داشتیم آدرس میپرسیدیم. شما هم تو همین مجتمع زندگی میکنی؟ بله، آزرا هم دوست دختر منه، ما هم زندگی میکنیم. چه جالب، نمیخواستم مزاحمتون بشم، ما هم داشتیم میرفتیم، مگه نه جان؟ خب بریم. این یعنی چی؟ خب مگه چی شده؟ فقط اومده بود آدرس بپرسه. تو اصلا میدونی این کیه؟ این شوهر سابق توپراکه، همونی که یه قنادی داره. واقعا؟ کان خیلی سخت خوابید، همش توپراکو میخواد. الهی بمیرم براش. پسرم برات یه خبر مهمی دارم. چی شده بابا؟ میخواییم امارات رو بفروشی. بیا بیا پسرم، بیا بشین، بیا. ببخشید چرا؟ آخه یا فیاد باشه دختر جان. حالا برای چی؟ پسرم یه پیشنهاد خیلی خوب براش داریم، یکی هست که دو برابر ارزش امارت پول میده. به نظرم تو این روزای سخت خیلی شانس آوردیم، اینطور نیست آقا؟ درسته مامان، ولی این امارت خیلی برای شما با ارزش بود. شما ارزشمندترین پسرم. خونه که ارزشی نداره، خب یکی دیگه میخریم، عوضش سختیامون تموم میشن. مادرت راست میگه، بازم به زودی همه چیز روی روان میفته. مروت بچه داره میره بیرون، مراقبش باش. مطمئن باش چنار باز بر میگردم یه جایی رو پیدا میکنم که همه با هم زندگی کنیم. برای تخلیه یه خونه هم وقت کافی داریم، املاکیه اینطوری میگفت. چی بگم، انشالله به سلامتی. خب حالا کی داره میخره امارتو، میشناسیدش؟ نه نمیشناسیمش پسرم، ولی ظاهرن خارج زندگی میکنه. از قرار زن باشعور و دنیا دیده ایه، قراره امشب بیاد ببینیمش. به سلامتی. ممنون. ببینم اون دوستت کجاست؟ آهان، سفکیو میگی؟ اون رفت به دوستای دیگش تو استانبول سر بزنی. ای بابا، اگه نمیرفت مجبور میشدی با هم آشنامون کنی. شوخی کردم عزیزم، اومدم متنای نمایشنامه رو ازت بگیرم، فکر کنم اینجا جا گذاشتم، مثل اینکه مزاحمت شدم نه؟ نه عزیزم، چه مزاحمتی؟ این حرفا چیه میزنی؟ فقط چی بگم، دوستم سیفگی یکم حرف درست میکنه، نمیتونم رابطمونو براش توضیح بدم. ناراحت که نمیشی؟ نه عزیزم، برای چی ناراحت بشم عشقم؟ من به تو اعتماد دارم، بالاخره یه روزی همه میفهمن. خب دیگه تا دیر نشده متنا رو بردارم برم، فکر کنم بالا بود. من میرم میارمش. ای آزرا، ببینم تو حالت خوبه؟ آخه به نظرم یه جورایی مضطرب میای. نه من خوبم. باشه.